الدرس الثالث والعشرون درس بيستو سوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسفي سيسا دوازدي كتاب العربية لغير ناطقين بها كتاب تنبكشن. درس الثالث والعشرون باسكنن في المسادر عصر بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء جلست الأسرة في مدخل البيت. بعد صلاة العشاء، صلاة مضاف إليه اسم مجرور، جلست الأسرة، إن أسرة فاعل واقف شده بس إن جبهة جميع، جلست الأسرة في مدخل البيت، مدخل مضاف أصل البيت مضاف إليه اسم مجرور. إن شما روز بروز كبيشرف ميكين بايت فاعل ومفعول ويقبار كل شيء بفهمين. انال في المساء میگه در عصر بعد صلات العشاء، بعد از نماز خفتن. انال مثلا شما باز میتونید تبدیل کنید بگیم بعد صلات الفجر، بعد از نماز صبح، بعد صلات الظهر، بعد صلات المغرب. این قسم میگه بعد از نماز خفتن جلست الاسره تو فی مدخل البیت. میگه تمام خانواده شیشن دمو مدخل سالون، میگن سالون خانه را که کلان میباشنی. الاب يقرأ الجرائد، پدر چی میکنه؟ او دیگه همین جریده را میخونه، اخباری گپاره که باز چی گپاس. والام تخيط الثياب، مادر چی میکنه؟ او دیگه همین کالا را، الام مادر تخيط الثياب، لباس خیاطی میکنه، یعنی لباس ها را میدوزه. و البنت تشاهد تلویزیون، یعنی بسیار مردم های بغاوت هستند دیگه، این دخترش تلویزیون سهل میکنه، بدبخت است. و سعید یلعب بالطائره، و سعید که است او با طیرگک که خورد است که طیرگک خود ساتیری میکنه. و بکر یقرا مجموعه من القصص، و بکر میگه مجموعه از قصه ها را میخونه. الاب یترک الجرائد، میگه الاب پدر یترک الجرائد، اینجا جرائد مفعول بهی هست منصوب زبر میخونه. الاب يترك الجرائد ويسال بكرا، وسؤال ميكن از کی؟ از بكر. اين يسال فعل مضارع هست، يسال يسالان يسالون، يسال سؤال ميكنه عمر، اين عمر کی است؟ پدر است. ويسال سؤال ميكنه بكرا، از کی سؤال ميكنه؟ از بكر، بكر مفعول به شه، صحیح شد نه؟ ويسال بكرا. ماذا تقرا يا بكر؟ بكر چی ميخوانی؟ بكر ميگه اقرأ مجموعة من القصص يا أبي، ميگه چند قصه را میخوانم پدر. الاب اقرأ لي قصة اعجبتك يا بكر، ميگه اون تو قصه را بخوان که خوشت آمده باشه. اعجبتك يعني خوشت آمده باشه، تو قصه را خوان کدامش خوشت آمد. بكر ميگه اعجبتني قصة بعنوان الولد الغبي، یه قصه بسیار خوش آمد به نام بچه بیعقل. تقول القصه، میگه قصه، میگه اینجا قصه فاعل شد، فهمیده؟ میگه تقول القصه تو قصه، میگه چی؟ میگه کان لأحد الآباء ولد غبی و کثیر الكلام، یکی از پدرها میگه چی داشت؟ یک بچه داشت که بسیار چی بود؟ غبی، بیعقل و کثیر الكلام، زیاد گپ میزه، هم بیعقل بود و هم زیاد گپ میده، آدم های بیعقل زیاد گپ میزنن. قال له ابوه، پدرش برش گفت اذا تکلمت فاختصر، وقتی که گپ میزنی هم تو مختصر گپ بزن، تو زیاد جمله را طویل نکن. هذا الولد یوما، یک روز میگه بچه آمد، فسأله ابوه، پدرش از او پرسان کرد این کنت، کجا بودی؟ فقال الولد كنت في سوق، و بچهش گفت بودم در مارکت. فقال الاب، پدر برش گفت زد الالف واللام، ای خو از سوق گفته میشه، الف لام هم داشت زیاد که بگو كنت في السوق، فهمیدی؟ فقال الولد في سوقال، در سوق گفت در سوقال. فقال لبوه قدم الالف واللام، برش گفت او بچه الف لام پیش ببره، یعنی قبل از سوق الف لام پرده، تو خود آخرش رفتی انداختی، یه بازه که از سوق بگوی تو سوقال گفتی. فقال له ابوه قدم الالف واللام، الف لام پیش کن. فقال الولد
ألف لام سوق. إيه نقف ألف لام سوق. ضحك الأبو وسأل بكرا، خندك نقف هذا وسؤال كذا بكر، لماذا أعجبتك هذه القصة؟ ما قلت شو القصة خوش طامن. بكر ميجا لأن الولد أطال عندما أراد أن يختصر. ميجا فرزان شو غبي بود بيعقل بود إيوازك مختصر بسوزه وانوز قفا كشغال كد. پدرش گفته بود که گپ مختصر بزاز یه گرفت ایش دیگر. الاب هی قصة جمیلة و شکرا لك یا بکر. من یه قصی بسیار خوب بود، تشکر بکر. عفن یا والدی. همیشه وقتی که مثلا عربا و کس قانون شده است، وقتی که برش بگی شکرا و چی میگن بگه عفن. فهمید یعنی جواب شکرا چی است؟ عفن. باز بعضی دیگاهش که دیندار بود باز ها میگفتن میفتی شکرا، باز میفتی شکر لله، شکر مخصوص الله هست چرا که نعمت الله برد داده. فهمیدی؟ الام کم ساعت الان؟ مادر پرسان کرد که ساعت چند بجه است؟ بکر میگه الساعت الان العاشره، ده بجه است. حیا للنوم، بین بریم بخواب. الابناء تصبح على خیر یا ابی. اینال ابناء فرزندان چی میگن؟ میگن تصبح على خیر یا ابی. برای پدر خود تسبیح ها میگه، برای مادر خود چی میگه؟ تسبیحین. مثل که میخواید مثلا میگه یسبح و یسبحان یسبحون، تسبح و تسبحان تسبحون تسبیحین. فهمیدی؟ این حالا برای مذکر تسبیح و گفته میشه، برای مؤنث تسبیحین مخاطب. یعنی مثلا اما تو چیز هست مثلا که شب خواب میکنه بازور میگه تسبیح الله خیر، یعنی صبح بکنی بخیر، صبح بکنی بخیر، لیکن موش موقع میم شم بخیر. اونا میگه تصبح على خیر، تصبحین على خیر یا امی. فهمیدین؟ اینجا در حدیث شریف است میگه روح عن القلوب ساعتا بعد ساعت، یعنی میگه از قلب هایتان ساعت بس بعد ساعت کم تفریح بکنین. فإن القلوب اذا کلت عمیت، میگه قلب وقتی که خسته شد باز کور میشه. یعنی وقتی که شما درس میخوانین چی تا میکنین در جریان درس هم که یک ساعت درس خوانین یک دقیقه 15 دقیقه تفریح کنین یا دو ساعت درس خوانین نیم ساعت تفریح کنین اتونه که بیخی دیگه. اگر آدم زیاد درس هم بخونه تفریح هم نکنه هم خسته میشه، و اگر آدم زیاد خواب بکنه درس نخونه و کار نکنه هم خسته میشه. آدم اگر وسطیت حفظ بکنه انشاءالله خسته نمیشه. الکلمات الجدیده تخیط و خیاطی میکنه. تلویزیون تلویزیون مجموعه یعنی یک تعداد تعداد یترک و ترک میکنه. عجبت که خوشت آمده. با پدران کلم یا تکلم تو سخن گفت. کن بود کنت مبودم. قدم تقدیم کو شکرن تشکر. تصبحو یعنی صبح صبح کنید. تسبیحین یا تو یک زن صبح کنید. روحو استراحت کنید یا تفریح کنید. کلت خسته می شد. عنوان یعنی عنوان عاد برگشت عندما هنگامی که تو شاهد مشاهده کرد یلعب و بازی می کند. قصه تو یا قصص قصه که جمعش قصص قصص یا قصص قصص جمعش قصص یسأل و سوال می کند. احد یکی یک نفر غبیان بیعقل اختصر یا یختصر یعنی اختصار یعنی مختصر. عطال طویل کرد. عطال تو طویل کردی. زد زیاد کو عفو ببخشین خیرن بهتر. این یقینا که عمیت کور میشه. لم لان بخاطر یاد اول جمله کلمه، یاد وسط کلمه و یاد آخر کلمه و یا هم یا زبریه یا زریه یا پیشیو که در اینجا ید دست یحیی زنده میکند یا سبح و تسبیح میگوید. دیگه یاد اول یاد آخر یاد وسط که یاد دست بیت خانه امی مادر. التدریب الاول الاب یترک الجرائد، پدر جرائد ترک میکنه. اینا سعی کنید بعض فعلا است شما سعی کنید بگه یترک ترک میکند. یقرا و میخواند. تو شاهد و مشاهده میکند. یلعب و بازی میکند. تخیط و میدوزد. یقرأ و میخواند. یترک و ترک میکند. یختصر و مختصر میکند. تذهب و میرود. این حالی را اگر شما گردانهایش یاد داشته باشین مثلا میگه یترک و یترکانی یترکونه، تترک و تترکانی یترکنه.
یقرؤ یقرآن یقرؤون، متوجه هستین؟ این حالا این هر کدامش فعلای مضارعی هست. فعلای چی هستن اینا؟ فعل مضارعی هست. اینا ترجمه کن. الابو یترک الجرائد، پدر ترک کرد خواندن جریده ها را ترک می کند. بکرون یقرؤ القصه، بکر قصه را می خوانه. بکرون یقرؤ قصته، می خوانه. البنتو تشاهد التلویزیون، دختر تلویزیون مشاهده میکنه. سعید یلعب بالسیاره، سعید با مترک بازی میکنه. الامو تخیط ثياب، مادر لباس ها را خیاطی میکنه یا میدوزه. الابو یقرأ الجرائد، پدر جریده ها را میخوانه. الابو یترک الجرائد، پدر جریده ها را ترک میکنه. الولد یختصر القصه، سر اختصار میکنه قصه را. دیگه البنتو تذهب للنوم، دختر میره به طرف خواب. شکرا یا بکر، عفوا یا والدی، انده مقابلش مثلا میگه شکرا یا بکر، انت شکر بکر، ده مقابلش ان جوابش میگه عفوا یا والدی. و دیگه شکرا یا محمد، عفوا یا علی. قالت الام، مادر گفت احضری یا فاطمه، حاضر ای فاطمه. قالت قال الاب، پدر گفت ماذا تقرا یا بکر، چی را میخوانی ای بکر. قال الولد، پسر گفت تصبح على خیر یا ابی، صبح بخیر داشته باشین پدر. قال ولد، تصبحین على خیر یا امی، خیر صبح کنین یا ای مادر. کم ساعت یا بکر، ساعت چند است ای بکر. شکرا یا بکر، عفوا يا والدي. قال الاب، پدر گفت توضا يا سعيد، وضوك يا سعيد. التدريب الثاني، تدريب الدوام، تدريب الدوام كاس مثلا اجا ما شما ح ح ح و خ خ اي ح مرقق نرم خوانده میشه، خ پر خوانده میشه. مثلا میگی حديقه، حديقه، خريطه، حی، خیت، حرام، خفیف، حصان، خیار، حذاء، حذاء، خرتیت، حجره، خبز، احمر. یعنی کوشش کنیم مثلا مردم های در زبان کس اکثرا حیر سی گفته نمیتونن، مثلا میگن احمر، غلط است. احمر، اخضر، الحمد، الخیر، يفحص، يدخل، يحفظ، يخلع، يفتح، مطبخ، جناح، تاريخ، ملح، اخ. التدريب الثالث، اجب. قال ميجا جواب بتين، ماذا، اين جلست الاسرة بعد صلاة العشاء؟ اين جلست الاسرة بعد صلاة العشاء؟ ساكو دامي سؤال جواب كل شخص انت يا كلمة كان بتاس. مثلا اگر از پسان میکنه میگه اینه، ای خود سوالی است، بر سوال است. حال وقتی ما جواب میدیم اینش حرص میکنیم. مثلا گفتک اینه جلست الاسره تو بعد صلات العشاء، خانواده بعد از نماز خفتن در کجا نشستن، اینش حرص میکنیم، میگیم جلست الاسره تو بعد صلات العشاء فی المدخل. خلاص یک کلمه را زیاد میکنیم، خلاص. ماذا تعمل الاسره فی المساء؟ این حالا ماذایش برای سوال است. ماذا تعمل الاسره فی المساء؟ خانواده دیگر چی کار میکنن؟ شما در جوابش چی میگین؟ تعمل الاسره فی المساء، مثلا ایواز کلمه تعمل مثلا میگی، میگه تجلس الاسره فی المساء فی المدخل. فی المدخل. ماذا يقرأ الاب فی المساء؟ يقرأ الاب فی المساء جرائد. الجرائد. ماذا قال الاب لابنه الغبي عندما قال كنت في السوق؟ میگه پدر چی گفت بر بچه تنبلش وقتی که گفت من در خانه بودم؟ گفت زد. زد چی معنی؟ زیاده کو الالف واللام. گفت در سوق نگو، في السوق بگو. و ماذا قال الابن عندما قال له ابوه؟ زد الالف واللام. او برش که وقتی پدر گفت که الف لام زیاد کن، بچه چی گفت؟ بچه چی ولی که در اول زیاد کنن گفت فی سوقال. ما الکلمة الصحیحة؟ کلمه صحیح کدام یکی است؟ السوق. متى قامت الاسرة للنوم؟ قامت الاسرة للنوم الساعة 10. ماذا قال الابناء للاب
والام عند النوم. اولادا بر پدر مادر خود ودی خیر چی گفتن؟ بر پدر خود گفتن که تصبح على خیر، و به مادر خود چی گفتن؟ تصبحین على خیر. خب ما القصه التي اعجبت بكرا، کدام قصه خوش بكر آمد؟ الولد الغبي. لماذا اعجبت القصه بكرا؟ چرا قصه خوش بكر آمد؟ به خاطر از اینکه یعنی آدم بیعقل یه وقتی کار خوب کنه، هنوز پدرش گفته بود اختصر، ای چی کرد؟ او رو تعویل ساخت. بدلا ان یختصر اطال فی الکلام. التدریب رابع آتی اسئله للاجوبه آتیه. میگه اینجا جوابایش از شما، از این جوابا چی کنین؟ سوال برین. مثلا اینجا نعم بله اعجبت القصه بكرا. حالا مثلا میگه بله قصه خوش بکر آمد. حالا نعم خود جواب است. حالا اینجا نعم حذف میکنی، ایوازش یکی از کلمات سوال میره. مثلا چه قسم سوال میکنی؟ هل عجبت القصه یا بكر؟ هل اعجبت القصه بكرا؟ فاطمه تشاهد التلفزيون. الان اینجا میگه ماذا تشاهد فاطمه؟ اگر میخوای جوابت چی باشه؟ تلویزیون باشه. ایواز چی بیایی؟ ماذا چی؟ الساعت الان الثامنه مساء. کم ساعت الان؟ آفرین. کم ساعت الان؟ میگی الثامنه مساء. خب عنوان القصه الولد الغبي. مثلا نارجه میگه لماذا؟ ما پرسان میشه از چیز بیجان. ما عنوان القصه؟ مثلا پرسان میکنیم ما عنوان القصه؟ عنوان القصه چی بود؟ تو در جوابش میگه که عنوان القصه تی الولد الغبی. خب آل تنام الاسرت و الساعت العاشرت مساء. اینال اینجا از وقت پرسان میشه، از ساعت ده. با چی پرسان میکنیم؟ متا چی میگی؟ متا تنام الاسره مساء. متا تنام الاسره؟ خلاص متى تنام الأسرة؟ تنام الأسرة ساعة عشرة مساء. تجلس الأسرة بعد العشاء في مدخل البيت. إن هلا ميجي في خانوادة بعد از خفتن دمو صالون مشينن. خب إن هلا مثلا تو ميخاي پرسان بكني اینجا اين لماذا كم؟ اینجا اين است؟ اين ما شما جايا ميخاي پرسان بكني کدام اتاق هستن؟ اين تجلس الأسرة بعد العشاء؟ تو جوابش میگه که فی مدخل البيت. نعم ضحك الاب. وقتی که جواب نعم باشه، بر چی جواب نعم میری؟ من ضحك. من کی خنده کرد؟ ضحك الاب، آیا پدر خنده کرد؟ تو میگی نعم. اینجا امزه به معنی چی است؟ آیا هست. آیا پدر خنده کرد؟ نعم. بر زوی قسم جواب. خب هل کیف لماذا ترک الاب الجرائد لیسأل بكرا؟ اینجا میگه هل ترک الاب الجرائد؟ اگر هل میگفت تو باید نعم و آب لا میفتی. ماذا فعل الاب؟ تو میگی که ترک الاب الجرائد لیسأل بكرا. اینجا سوالش به چی است؟ ماذا ترک الاب؟ پدر چی ترک کرد؟ جرائد ترک کرد. اذهب الى الجامعه بالحافله. اینجا مثلا کیف میرید؟ مثلا یک کس رو پرسان میکنم کیف تذهب الى الجامعه؟ چه قسم به پوانتون میری؟ تو میگی بالحافله، با موتر. خب الامو هی التي تخیر الثياب. اینجا مادر، بر مادر چی باید سوال بکنی؟ من هی التي تخیر الثياب. من الام. خب این آلیجه میگه انا من سعودیه. ای چی سوال باید بکنیش که جواب شد؟ انا من سعودیه. من اینه؟ من اینه انت؟ اگر بچه بود، اگر دختر بود، من اینه انت؟ او میگه که انا من سعودیه. تدریب الخامس تمرین پنجم میخوانیم. فهم المقروء. دع علامت صح امام الاجابت صحیح. همه گیر بخوانیم و علامت صحیح بارین در مقابل جواب صحیح. بعد صلاة العشاء تجلس الأسرة في حجرة القراءة. تجلس الأسرة في حجرة الاستقبال. تجلس الأسرة في مدخل البيت. میگه بعد از نماز خفتن چی میکنه؟
تجلس الأسرة في حجرة القراءة. الفاميل ده كجا مشين؟ ده حجي قراءة، حجرة وطاقة ميجي. حجرة القراءة، حجرة الاستقبال، وفي مدخل البيت. ده كجا مشين؟ جواب السبب مجلس أسكي ميجي. تجلس الأسرة في مدخل البيت. إني جا علامات السوسية ميجي. دو، جلست البنت ميجي الدختار ششتا تقرأ الجرائد، تشاهد التلفزيون، تلعب بالطائرة. خطرك دخترك است تشاهد التلفزيون، مشاهده میکنه تلویزیون را. جواب دومش درست است. سوم، قال الولد الغبي في المرة الأولى، میگه امو طفل غبي. كنت في سوق، كنت في سوق. قال كنت في السوق، كنت في سوق. قال جواب دوم جلسة. قال الأبناء فسران قفتان شكرا لك يا أبي، عفني يا والدي، تصبح على خير يا أبي. سيوم جلسة قفتان تصبح على خير يا أبي. جلس الأب بدرشيس يقرأ مجموعة من القصص، يقرأ مجموعة من الجرائد، يتكلم مع السعيد. إن بدرشيس تابو شميكات يقرأ مجموعة من الجرائد. إني جواب دوم جلسة جرائد ميخان. اعجبت القصة بكرا، میگه قصه خوش بکر آمد. یعنی همیشه فکرتان باشه این کلمه رو یادداشت کنین که اعجاب به معنی چی است؟ خوش آمدن. مثلا اگر چیز خوشت میاد میگه که اعجبنی هذا، اعجبنی علمک، علم تو خوش آمد. اعجبت القصة بكرا، میگه قصه خوش بکر آمد. چرا؟ دلیلش میگه لان الولد اختصر. چرا که امو بچه هم قصه مختصر گفت. لأن الولد غبي، بخاطر که او پسر غبي بود. و لأن الولد أطال، بخاطر از اینکه او بچه قصه را طویل کرد. چون بچه لوده بود، کارای لودگی میکرد، قصه شیرخ بسیار خوشش آمد. از این خاطر جواب دوم درست است. التدریب السادس، اکمل. ترك الاب الجرائد، میگه پدر جرائد چی کرد؟ و تکلم بکرن، و سخن گفت امرای بکر. كان لأحد الآباء ابن، كان لأحد الأبناء ابن بار. اتو گفتا میتونی یعنی پسر نیکو داشت. و كثير من البنات، و بسیار دخترها داشت. قال الأب لابنه زد، زیاد کو چی را؟ الالف واللام. گفت که داری الف لام زیاد کو. قال الابن لابنه اذا تكلمت، بر پدر بر پسی خود چی گفت؟ گفت اذا تكلمت، وقتی که سخن میگفتی، فاختصر، پس سخنایت چی کو؟ اختصار، مختصر قصه بکن. اعجبتنی القصه تو، میگه من قصه خوشم اومد، لان الولد اطال ولم يختصر، بخاطر که بچه چی کرد؟ قصه را طویل کرد و اختصار نکرد. هذه القصه تو، میگه قصه کس؟ الولد الغبی، در مورد فرزند غبی است. قال الابو، افتما جواب میگیم، این حال ضرور نیست که شما بسیاری وقتا هم کل کلمات کتاب ها بگوین. میشه مثلا بعضی جواب ها رو از دل خودم مقصد جور کنیم، مقصد بفهمین. مثلا قال الابو شکرا لک یا بکر، و قال بکرون شکرا یا والدی. هشتمش، قال الابو اقرأ لی قصتا جمیلتا یا بکر، گفت ما بخوانی قصه، مثلا قصه جمیل، یا قصتا قصیرتا، قصه چی؟ کوتاه، یا قصه طويله، یا قصه طويل. قال الابن تصبحين على خير يا امي. اینجا مثلا چون به مادر است، بر مادر اینا فرق است. بر پدر میگی تصبحو، بر مادر چی میگی؟ تصبحين على خير. التدريب السابع، تمرین هفتم. اینا شما جمله جور میکنین. جمله اول، الولد اطال ولم يختصر. اترام گفتم میتونین که بگین که لم اطال الولد ويختصر. يا امي تصبحين على خير. سومیشه، روحوا عن القلوب ساعه بعد ساعه، یعنی قلبایتان راحت بتین این ساعت بعد از ساعت. یعنی چی کنین؟ بعد از هر ساعت یک چند دقیقه تفریح بکنین. يقرا الطالب مجموعه من القصص، یعنی خواند شاگرد مجموعه از قصه ها را. پنجم شما، قرا بکر قصه الولد الغبي، خواند بکر قصه بسر می بازیگر.
يلعب السعيد بالطائرة. يلعب سعيد. يلعب سعيد بالطائرة والأم تخيط الثياب. سعيد أمرت الطيارة بازي ميكانات ومدار لبصارة ميدوزا. تجلس الأسرة في المساء وتشاهد التلفزيون. مين شنو الخانوادة در مساء در شام ومشاهدة ميكانات التلفزيون. آفرین. تمرین هشتم. ضع كل كلمة في جملة. برای هر كلمة یک جمله بگم. بفرمایید. الام تخيط الثياب. آفرین. انت تشاهد التلفزيون. انت مشاهده میکنه تلویزیون. هو يترك المعاصي. چه او گناه را ترک میکنه. عنوان درس احمد في المدرسة. عنوان درس احمد در مکتب. هذه قصة جميلة. هي قصة زيبوست. هو يلعب كرة الطاولة. شكرا يا ابي. هو يسأل عن أبيه وسؤال ميكن از بدر. هو ولد غبي. هو يك بسر نافرمان است. الصلاة عمل خير. نماز كرنك. التدريب التاسع اقرأ واذكر نوع المد. ما هو شما گفته بودیم که مد اسنی حروف مد چند تا است؟ حروف مد سه تا است. واو، الف، یا. واو که قبل از او ضمه باشه، یا که قبل از او کسره باشه، و الف که قبل از او فتحه باشه. خب مثال عنوان ای الف است یا واو است؟ یا الف است. تخیتو. تخیتو یا قبل از او کسره. یعنی پس این است سیومیش درست است. اینجا باید سیومی رس واسه ای کنی. خب مجموع. مجموع و قبل از او ضمه. درست است. تصبحین. تصبحین یا قبل از او کسره. فاصولیا و قبل از او ضمه. اطالا. الف قبل از او فتحه. جامعه. جامعه الف قبل از او فتحه. لذیذ. یا قبل از او کسره. یقولو. واو قبل از او ضمه. سور. واو قبل از ضمه. طباشیر. طباشیر یا قبل از او کسره. طعام. الف قبل از او فتحه. وضوء. واو قبل از او ضمه. مواعید. یا قبل از او کسره. آفرین. این چی شد؟ التدریب العاشر تمرین دهم اکمل کما فی المثال. مثلا انت تشرب الماء. انت تشربین الماء. مثلا بر مرد چی میگی؟ انت تشرب الماء. اما بر دختر باز چی میگی؟ میگی که انت تشربین الماء. اینا الفرق از بین مذکر تشرب و تشربین. اینا جسته که یعکل. نه اتو جور بکن. بگو انت تاکلو یا کس برای غایب است. اینا شما خوانده بین یعکلو یعکلان یعکلون تاکلو تاکلان یعکلن تاکلو تاکلان تاکلون تاکلین. اینا الان جواب چی بگویم؟ انت تاکلو تفاح. انت تاکلین تفاح. انت تحضر الدرس. انت تحضرین الدرس. انت بگوین انت تضحکو فی البیت. انت تضحكين في البيت. انت تشاهد الدرس. انت تشاهدين الدرس. انت يسمع. انت تسمع القران. انت تسمعين القران. انت تكتب الدرس. انت تكتبين الدرس. انت تصبح بالخير. انت تصبحين بالخير. انت تدع الكتاب. انت تدعين الكتاب. انت تجلس في البيت. انت تجلسين في البيت. التدريب الحادي عشر تمرين يازدهم الف لام قمري و الف لام شمسي. الف لام شمسي ده چرا الف لام شمسي ميگن و الف لام قمري ده چرا الف لام قمري ميگن؟ الف لام شمسي ده بخاطر از الف لام شمسي ميگن که مثلا در کلمه شمس وقتی که الف لام به باز لامش تلفظ نمیشه. مثلا چی میگی؟ میگی الشمس. در قرآن شریف میگی و الشمس و ضحاها. فهمیدی؟ اگر کس بگه که ول شمسی باز غلطه. چرا که شین کس از جمله چی هسته؟ چون در کلمه شمس لام تلفظ نمیشه، بنا در هر حرف دیگه هم که لام تلفظ نشه او را شمسی میگه. فهمیدی؟ یعنی؟ و قمری چی را میگه؟ قمری او را میگه مثل کلمه قمر. مثلا وقتی که میگی القمر اینجا لام چی میکنی؟ تلفظ میکنی. اگر کس یک کس بگه که القمر غلط است، باید بگه القمر. اما در شمس باید چی کنه؟ لام ادغام کنه. در شین چی بگه؟ بگه الشمس. حروف قمری یکیش مثلا همزه هست. مثلا چی میگی؟ الاب. فهمید یا نه؟ مثلا دیگه ب از جمله حروف چی هست؟ قمری هست. چی میگی؟ البیت. جیم
الجسم. آفرين. ح الحارس. خ الخفيف. الخفيف. عين العين. العين. غرفة الغرفة. آفرين. يا ما جملة حروف قمرية. ف از جمله حروف قمری چی میگیم؟ الفار الفار. القرآن قاف. قاف از جمله حروف قمری هست. الكتاب الكتاب. الهمزه الهمزه. المنزل المنزل. الولد الولد. الیاد. آفرین. خب حروف شمسی کدام یکی هست؟ حروف شمسی که مثل شمس واره، یعنی لامش دو تلفظ نمیشه. در جمله حروف شمسی یکی تی هست. مثلا تمساح باید چی بگیم؟ التمساح. تمساح. فهمیدی یعنی؟ التمساح اگر کس بگویه غلط است. مثلا الثوب. ث از جمله حروف چی است؟ اینال شما تشریح کنید بگین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما میگم ما دو قسم حروف داریم، یک حروف قمری و دیگه حروف شمسی. حروف قمری حروفی است که لام دو تلفظ میشه. مثلا البيت، الجسم، الحارس، الخفيف، العين، الغرفه، الفار، القران، الكتاب، الحمزه، المنزل، الولد، اليد. و قسم دوم حروف شمسی است که لام دو تلفظ نمیشه. که از این حروف مثلا تمساح که ما تلفظ میکنیم، الثوب، الديك، الذراع، الريال، الزهره، السوق، الشرفة، السفر، الضابط، الطبق، الزحر، اللوحة، النقود. مثلا اگر نالا خودت یک کسی پرسان بکنه بگه برای ما حروف شمسی را بگو کدام کدام حرفات، چی میگی؟ حروف شمسی مثلا حروف تا حروف شمسی است، حروف ثا، حروف دال، حروف ذال، حروف حرف ر، حرف ذ، حرف سین، حرف شین، حرف صاد، ضاد، طوی، طوی، زوی، لام، نون. اگر پرسان کنم بگم حروف قمری رو بگم؟ حروف قمری مثلا الف، با، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کف، ه، میم، واو، یا. بسم الله الرحمن الرحیم. حروف شمسی و قمری، ما دو حروف داریم، یک شمسی و یک هم قمری. حروف قمری و حرفایی است که در اولش الف لام استعمال شده باشه و لامش تلفظ میشه. مثلا میگیم البيت، الجسم، الحارس، الخفيف، العين، الغرفه. و حروف شمسی که امی در اولش الف لام هست و لامش تلفظ نشه، مثلا الثوب، الديك، الذراع، الريال. اینا لایک هست پرسان کنه بگه برای ما حروف قمری بگو چی میگی کدوم حرف؟ حروف قمری الف، با، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کف، ه، میم، واو، یا. و حروف شمسی هم ت، ث، دل، ذل، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، لام. التدريب الثاني عشر تمرين دوازدهم. اقرا بخوان. مثلا ضحك، خنده کرد. ضحك، ضحك، ضحك. تو یاد داری گردانش تو بگی فعل ماضی را؟ ضحك، ضحك. بسم الله الرحمن الرحیم. ضحك، 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 ضحكت، ضحكت، ضحكنا، ضحكت، ضحكتما، ضحكتم، ضحكتي، ضحكتما، ضحكتن، ضحكتو، ضحكنا. خب اینا مضاریش؟ یضحکو، یضحکان، یضحکون، تضحکو، تضحکان، یضحکنا، تضحکو، تضحکان، تضحکون، تضحکینا، تضحکان، تضحکنا، اضحکو، نضحکو. خب آفرین. حالا اگر نمی گردانا رو شما که در صرف خواندین یاد داشته باشین، اینجا در عربی برتان آسان است. مثلا ضمیر است زمان. مثلا انا که است برای مذکر است. مثلا میگی که انا در ماضی چی میگی؟ ضحکتو. شما مش میگی ضحکتو، ضحکنا. صحیح شد نه؟ در مزارش میگی اضحکو. صحیح شد نه؟ انا ضحکتو، انا ضحکتو، خنده کردم. انا اضحکو، من خنده میکنم. یک نفر امر میکنه چی میگی؟ میگی اضحک، اضحک. شما خوانده بدین اضحک، اضحکا، اضحکو، اضحکی، اضحکا، اضحکنا. این کس که صرف خوانده باشه بازی اینی فایده شد که باز آسان میفهمه. خب این حاله. مثلا برای مؤنث، مؤنث چی میگه؟ مؤنث مذکر میگه یک چیز است. مثلا میگه ضحکتو، اضحکو. فعل امر بر مؤنث چی است؟ اضحکی. بر مرد میگه اضحک، خنده کو. بر زن چی میگه؟ اضحکی، خنده کو. نحنو ضحکنا، ماضی مضارعش نضحکو. ما خنده میکنیم. و امر چی میشه؟ مثلا ما برای خود امر کرده نمیتونیم، مثلا اضحکو. به تو باز میشه بگویم اضحکو، شما خنده کنین. نحن برای مؤنث ضحکنا، نضحکو، اضحکنا. چه قسم میکنی؟ انت ضحکت. و اگر بر مضارع بگیم انت تضحکو، و بر امر انت اضحکت، خنده کردی. تو یک مرد انت ضحکت،
تو خنده کردی در گذشته. و تضحک تو خنده میکنی حال یا در آینده. و اضحک خنده کو، ضحکت خنده کردی، تضحک خنده میکنی، اضحک خنده کو. انت ضحکت، تو یک زن خنده کردی، و تضحکین تو یک زن خنده میکنی آله، و اضحکی یعنی تو یک زن خنده کو. انتما دهکتما، شما دو مردان خنده کردین، انتما تدهکان، شما دو مردان خنده میکنید، انتما ادهکا، شما هم مردان خنده کنید. در معنی است؟ انتما دهکتما، یعنی شما دو زنان خنده کردین، انتما تدهکان، شما دو زنان خنده میکنین، ادهکا، شما دو زنان خنده کنین. انتم شما هم مردان؟ انتم دهکتم، شما هم مردان خنده کردین، انتم تضحکون، شما هم مردان خنده میکنین، انتم ضحکو، شما هم مردان خنده کنین. انتن شما هم خانم ها؟ انتن ضحکتن، شما هم زنان خنده کردین، انتن تضحکن، شما هم زنان خنده میکنید، ضحکن، شما هم زنان خنده کنین. التدريب الثالث عشر تمرين سيزدهم اكمل كما في المثال بالتدريب الثاني عشر ميجا مي قسم ميجا تكملكو در مثال مثل كي تمرين دوازدهم در تمرين دوازدهم مي قسم كي مثلا چي دا بود ميجا هم مي قسم جملات تكملكو ايرال مثلا ما چي قسم ميگيم كي كتب او يك مرد نوشته كرد يكتب او نوشته ميكنه اكتب نوشته كن خرج يخرج اخرج دخل يدخل ادخل سجد يسجد اسجد درس يدرس ادرس ركع يركع اركع فتح يفتح افتح سعد يسعد اسعد ذهب يذهب اذهب حفظ يحفظ احفظ عمل يعمل يعمل شرب يشرب اشرب نزل ينزل انزل جلس يجلس اجلس ماضي ومضارع اینه می بوده اینال مثلا انا للمذكر فعل كتب را شما اینجا تطبیق میکنیم بر ماضیش میگیم كتب كتبت انا كتبت انا اکتب امرش انت اکتب برای مؤنث انا کتبت انا اکتب امر برای متکلم نیست نحن برای مذکر چی میگیم نحن نکتب نحن کتبنا نحن نکتب در ماضیش کتبنا میگیم اینال در ماضی کل لذی مثلا این قسم وقتی که فعل کتبه را میگیم اما تو میگیم مثلا میگیم انا کتبت نحن کتبنا نحن کتبنا انت کتبت انت کتبتی انتما کتبتما انتما کتبتما انتم کتبتم انتن کتبتن مثلا ضمیر کتبه را مضاریش چی میگیم میگیم انا اکتب نحن نكتب نحن نكتب انت تكتب انت تكتبین انتما تكتبان انتما تكتبان انتم تكتبون انتن تکتبنا و فعل امر چی میگیم اکتب اکتبو اکتبو انت اکتب انت اکتبی انتما اکتبا انتما اکتبا انتم اکتبو انتن اکتبنا یعنی قسم باید شما جور کن التدریب رابع عشر تمرین چهارده هم چی است اکمل کما فی المثال مثلا در مثال چه قسم است الفعل اسم الموصول مثلا اینجا مثالش چه قسم گفته اسم الموصول الذي التي اللذان اللتان الذين اللاتي شما اسم موصول ما داریم الذي برای مفرد مذکر است التي برای مفرد مؤنث اللذان بر مثنى یعنی دو نفر مذکر اللتان بر دو نفر مؤنث و الذين بر چندین نفر مذکر اللاتی بر چند نفر مؤنث اینا مثلا میگیم که الذي شرب در التي چی میگیم التي شرب اللذان شربا اللتان شربتا الذي نشرب و اللاتي شربنا الذي كتب التي كتبت اللذان كتبا اللتان كتبتا الذين كتبوا اللاتي كتبنا الذي سمع التي سمعت اللذان سمع اللتان سمعتا الذين سمعوا اللاتي سمعنا الذي ركع التي ركعت اللذان ركعا اللتان ركعتا الذين ركعوا اللاتي ركعنا
الذي سجد، التي سجدت، اللذان سجدا، اللتان سجدتا، الذين سجدوا، التي سجدنا. وفتح، الذي فتح، التي فتحت، اللذان فتحا، اللتان فتحتا، الذين فتحوا، اللاتي فتحنا. التدريب الخامس عشر تمرين 15 هم شروع میکنیم. در تمرین 15 هم میگن ادخل فعل امر است، میگه داخل کن. چی رو داخل کن؟ الف لام قمریه، القمریه و الشمس علی کل کلمه من مایاتی ثم رتبها کالمثال. میگه الف لام داخل کن، باز مثل که در مثال هست همین قسم طور ترتیب بکن. مثلا آل در سوالات که الفلام داخل کنی چی بگی؟ الصلاة، الاخ، الجامعة، الذیل، الحساب، الروض، المساء، العلوم، التلميذ، الطالب، الصاعة، الشريف، الكافرون، اللبن، المرور، الكريم، الدين، الزجاجة، الغراب، الجرائد، القلب، الثوم. مثلا چی میگه؟ مثلا که ترتیب کنید در جدول همین قسم باز ترتیبتون رو شمع کنید. مثلا میگه صلات، الصلات، اخ، الاخ، جامع، الجامع، ذیل، الذیل. فهمیدین یعنی؟ یعنی فهمیدین فرق بین حروف شمسی و قمری ده. التدريب السادس عشر تعرف الحرف وانطق اسمه. مثلا میگه تو یعنی می حرف بشناس که چی هست، باز نامش رو بگو. مثلا در قطار اول کدام حرف هست؟ سین، قاف، با، جیم، ح، خا، کف، ف، عین، ضاد، ز، را، ح، غین، دل، ذل، یا، صاد، ط، ث، شین، واو، امزه، ت، لام، میم. التدريب السابع عشر تعبیر شفوی. مثلا این منال به زبان مثلا شما باید جوابش رو بگین. مثلا لماذا نجلس امام التلفزيون؟ میگه چرا ما پیش روی تلویزیون میشینیم؟ نحن لا نجلس امام التلفزيون، ما پیش تلویزیون نمیشینیم. ما القصه التي قراتها واعجبتك كثيرا؟ میگه کدام قصص که خواندی بسیار خوشت آمده باشه در زندگیت؟ یک قصه را خوانده باشی، قصه پیغمبر باشه، قصه صحابه خوشت آمده، قصه چی خوشت آمده؟ قصة يوسف عليه السلام. قرأت قصة يوسف عليه السلام وأعجبتني كثيرا. إن أول شما بوين كم ماذا تفعل أسرتك في المساء؟ فاميلتان شبونا شام كشد شي ميكنن؟ يسمعون إلى الأذان ثم يصلون، أبي يصلي في الجماعة وأمي تصلي في البيت وأخواتي تصلينا في داخل البيت. این قسم شما برازی جملات جور میکنید. فهمیدین یعنی؟ التدريب السامع فهم المسموع. شما این جملات ترجمه کنید. لشاهد التلفزيون، تا مشاهده کنه تلویزیون را، لتقرا القصه، تا بخونه قصه را، لیذهب للنوم، تا برو بخوابه، لیسال بکر، تا برو پرسان کنه از بکر. یا اصلا تایپ باید میبود که شما رو میشین باز یه جوابش هم میگفتین منتها خیر است ترجمه شه بفهمین. لان بکر قرا مجموعه من القصص. بکر یعنی میخونه مجموعه از قصه ها را. لان القصه من القصص العربيه، بخاطر قصه، قصه از قصه های عربی است. لان الولد اطال ولم يختصر، بخاطر که پسر طویل کرد قصه را ولم يختصر و مختصر نکرد. لان الولد غبي و كثير الكلام، و بخاطر که پسر یعنی نافرمان است و بسیار زیاد گپ میزنه. الساعت السادسة المساء، ساعت شش شام است. الساعت عشرة المساء، ساعت ده شب است. الساعت الخامسة المساء، ساعت پنج شب است. الساعت العاشرة صباحا، ساعت ده صبح است. يقرأ مجموعة قصص، میخونه مجموعه از قصه ها را. یکتب مجموعه قصص، نوشته میکنه مجموعه از قصه ها را. یشاهد قصه قصیره، میبینه قصه کوتاه را. یلعب بالسیاره الصغيره، بازی میکنه با موترک کوچک. لا اقرا قصص العربيه، نه خیر، میخونم قصه عربی را. نعم اقرا القصص العربيه، بله میخونم قصه عربی را. نعم في البيت قصص عربيه، بله در خانه قصه عربی. نعم اقرا القصص آخر، بله میخونم قصه آخری.
احضر الى السعوديه كل شهر ميرن بسعودي كل شهر يعني حرمة احضر الى السعوديه لادرس ميرن بسعودي بخترك درس بخانم احضر الى السعوديه بالطائره ميرن بسعودي بتوسط طياره جامعه ام القرى في السعوديه بانتون ام القرى در سعودي الولد الغبي اميت بسر نفرمان الطالب الغبي شاگرد نفرمان الاب الغبي فدر نفرمان الولد الغبي بسر نفرمان تغسل الثياب تميشي لبصاره تشاهد التلفزيون تو نگاه میکنی تلویزیون تا خیت استیاب تو لباس میدوزی تا عید الطعام تو غذا آماده میسازی التدریب التاسع عشر تمرین 19 است که باید برتان یک املا بگویم و این املا را باید باز شما چی کنین نوشته بکنین قلم و کاغذ تانه بگیرین و این املا را نوشته کنین و یا این املا را نوشته کرده میتونین یا نمیتونین اگر نوشته کردین آفرینتان مثلا ما میگیم که أنا أستاذ في الجامعة. أنا أستاذ في الجامعة. أدرس اللغة العربية. أدرس اللغة العربية في كلية اللغات. أدرس اللغة العربية في كلية اللغات. وأحب تدريس الصرف والنحو. أحب تدريس الصرف والنحو والبلاغة. الصرف أم العلوم والنحو أبوها. بخون شنو اشتكيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا أستاذ في الجامعة أدرس اللغة العربية في كلية اللغات وأحب تدريس الصرف والنحو والبلاغة الصرف أم العلوم والنحو أبوها أنا أستاذ في الجامعة ما أستاذ استندر بوهانتون أدرس اللغة العربية درس ميتم زبان عربية في كلية اللغات ده بوهانزي الزبان وأحب تدريس الصرف والنحو والبلاغة ودوس دارم تدريس كردن الصرف نحو بلاغته الصرف أم العلوم والنحو أبوها الصرف مدر علمها ونحو بدر علمها السلام عليكم ورحمة الله